بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. تعطیلی مجالس فاطمیه حمید علیمی. بررسی ابعاد مختلف موضوع فاطمیه و وظیفه تبلیغ رسالت در حوزه علمی زینبی سلام الله علیها. افتتاح مرکز امام مهدی عجل الله فرجه در کشور ژاپن. و طراح مجموعه حرم شاه چراغ دار فانی را ودا گفت. سلام بر حضرت ابا عبدالله الحسین و سلام به شما حسینیان، وقت بخیر. من مهدی بهنام و اخبارشی از امام حسین تیوی در خدمت شما هستم. مداح اهل بیت علیهم السلام حمید رضا علیمی از برگزاری مجالس عزای فاطمی در شهرهای اصفهان و قم در ایران من شده است. حمید علیمی در استوری اینستاگرامش توضیح داده که به مسئولان حسینی اعلام شد که روزه به دلیل مشکل امنیتی کنسل است و مقامات در شهرهای اصفهان و قم اجازه برگزاری مجلس عزاداری به وی نمی‌دهند. وی در پایان استوری خود دلیل این اقدام را توییت‌هایی که در فضای مجازی منتشر کرده دانسته و گفته برای همه مردم وطنم در این روزها از درگاه الهی دلی آرام و روزگاری بی دغدغه را آرزومندم. حمید علیمی پیش از این که از برگزاری مجالس عزای فاطمی آن هم به بهانه مشکل امنیتی منع شود، در فضای مجازی چندین بار در مورد اعتراضات جاری در ایران اظهار نظر کرده و گفته بود به نابرابری، بی‌عدالتی، تناقض و فساد آن هم به اسم دین معترض هستم. حوزه علمی زینبی سلام الله علیها از مراکز علمی و حوزوی مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام ظله میزبان برگزاری سمیناری با هدف بررسی ابعاد مختلف موضوع فاطمیه و وظیفه تبلیغ رسالت بود. این سمینار تحت عنوان نمادهای تبلیغ در زندگی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها با حضور ده‌ها تن از علما، فضلا، خطبا، طلاب حوزه‌های علمیه، فعالان دینی و فرهنگی برگزار شد. برگزاری این سمینار بخشی از برنامه‌های متنوع و مختلف ایام فاطمیه بود که توسط این حوزه علمیه در این ایام برگزار می‌شود. در این سمینار حجت الاسلام و المسلمین شیخ جلال معاش به نمایندگی از آیت الله العظما سید صادق شیرازی دام ظله دقایقی به سخنرانی پرداخت و بر اهمیت و جایگاه حوزه‌های علمیه در تبلیغ دین و معارف اهل بیت علیهم السلام و موضوع فاطمیه پرداخت. در ادامه این سمینار بخش پاسخ به سوالات برگزار شد و در آن اساتید و علمای حاضر در جلسه به پرسش‌های طلاب و سوال کنندگان پاسخ علمی دادند. گفتنی است در ابتدای این سمینار پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید برای شادی روح شهید آیت الله سید حسن شیرازی رحمت الله علیه که بنیانگذار این حوزه علمیه در منطقه سید زینب در حومه دمشق پایتخت سوریه بود فاتحه‌ای قرارداد شد. حاضرین در این سمینار همچنین برای شادی روح مرحوم آیت الله العظما سید محمد صادق روحانی از مراجع تقلید شهر مقدس قم که جمعه شب گذشته دار فانی را ودا گفت فاتحه‌ای قرائت کردند. آستان مقدس حسینی علیه السلام در جدیدترین اقدام بین‌المللی و جهانی خود اقدام به افتتاح مرکز امام مهدی عجل الله فرجه در کشور ژاپن کرد.
در همین راستا مرکز بین‌المللی و تبلیغاتی اصحاب کسا از مراکز وابسته به آستان مقدس حسینی ضمن اعلام خبر افتتاح مرکز امام مهدی عجل الله فرجه در ژاپن اعلام کرد این اقدام در راستای فعالیت‌های تبلیغی و با هدف نشر علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام در سطح جهان صورت گرفته است. در همین راستا شیخ احمد الفتلاوی معاون مدیر مرکز اصحاب کسا در گفتگو با شبکه ماهواره‌ای کربلا وابسته به آستان مقدس حسینی علیه السلام گفت فعالیت‌های مرکز امام مهدی عجل الله فرجه در کشور ژاپن از ابتدای ماه محرم الحرام گذشته آغاز شد و در همان زمان سنگ بنای ساخت این مرکز بنا نهاده شد و اکنون به حول و قوه الهی به پایان رسیده و رسما افتتاح شده تا فعالیت‌های تبلیغی خود در راستای نشر معارف اهل بیت علیهم السلام در این کشور را آغاز کند. وی در ادامه افزود در سفر اخیر به ژاپن علاوه بر افتتاح این مرکز با برخی مسلمانان و غیر مسلمانان ژاپن دیدار و در موضوعات مختلفی گفتگو کردیم. لازم به ذکر است آستان مقدس حسینی علیه السلام ده ها مرکز مشابه را در شهرها و کشورهای مختلف جهان و در قاره‌های مختلف تأسیس کرده است. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری. تعطیلی مجالس فاطمیه حمید علیمی، بررسی ابعاد مختلف موضوع فاطمیه و وظیفه تبلیغ رسالت در حوزه علمی زینبی سلام الله علیها، افتتاح مرکز امام مهدی عجل الله فرجه در کشور ژاپن، و در ادامه حمله داعش به روستایی در استان دیالی عراق، ایرج اعتصام معمار معاصر و شهرساز در سن 92 سالگی در شهر سنخوزه ایالات متحده آمریکا درگذشت. این هنرمند ماهر و نام آشنای ایرانی مدیریت و طراحی پروژه های مانند مجموعه حرم شاه چراغ در شهر شیراز، پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان، شهر جدید لطیان، مجموعه های جهانگردی شهر محلات، سرین اردبیل، لاهیجان و برخی دیگر مجموعه ها را بر عهده داشت. او دارای مدرک دکترای معماری از دانشگاه فلورانس در سال 1339 بود و سال 1350 به عنوان کارشناس ارشد طرح‌ریزی منطقی سازمان ملل متحد و عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری از سال 1352 فعالیت کرد. از جمله آثار تألیفی ایرج اعتصام میتوان به ترجمه کتاب عقاب دو سر، از گذشته تا آینده اسکان بشر، ترجمه کتاب معماری اسلامی، فرم، عملکرد و معنی اثر اشاره کرد. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. بر اساس اعلام شورای امور خانواده عربستان در سال 2022، نام محمد به محبوب ترین نام برای نوزادان پسر در سراسر جهان تبدیل شده است. کتاب رکوردهای گینس سالها پیش اعلام کرده بود که نام محمد به بالاترین میزان نامگذاری آن در بین انسانها دست یافته، زیرا تعداد کسانی که این نام مبارک را بر خود دارند به 70 میلیون نفر در سراسر جهان رسیده است. منابع محلی از برگزاری مراسم جشن تکلیف صدها تن از دختران در حرم حضرت زینب سلام الله علیها خبر دادند. در این مراسم که با شعار حضرت زهرا الگوی من است برگزار شد، برای حدود 500 دختر به سن تکلیف رسیده
جشنی برگزار شد و در آن علاوه بر والدین این دختران برخی از مسئولان حوزه‌های علمیه منطقه سید زینب سلام الله علیها حضور داشتند. هیئت سازمان ملل متحد به ریاست کریستین ریچر که مسئول کمیته بررسی جرائم و جنایت‌های داعش است، به همراه هیئت همراهش که به شهر نجف اشرف سفر کردند، به زیارت حرم مطهر حضرت علی علیه السلام مشرف شدند. اعضای این هیئت ضمن دیدار با برخی مسئولان آستان مقدس علوی، همچنین از بخش‌های مختلف حرم مطهر حضرت علی علیه السلام بازدید کردند. منابع محلی در شبرقان مرکز استان جوزجان در شمال افغانستان میگویند که طالبان 22 نفر که 3 زن نیز در این میان بودند را در ورزشگاه این شهر در ملأ عام شلاق زدند. شاهدان عینی میگویند که این افراد به اتهام‌های دزدی، فرار از منزل و فروش مواد مخدر در دادگاه طالبان محاکمه و 30 تا 50 ضرب شلاق محکوم شده بودند. با توجه به افزایش قیمت ارز در ایران، هزینه سفرهای زیارتی به عتبات در سال جاری رشد بیش از 30% داشته است. همین موضوع باعث شده تا بسیاری از متقاضیان به جای سفر هوایی به صورت زمینی عازم زیارت عتبات عالیات شوند و در نتیجه طبق آمار رسمی سفرهای هوایی کاهش و سفرهای زمینی افزایش یافته است. در پی حمله داعش 7 نفر در روستایی در استان دیالی عراق به شهادت رسیدند. منابع امنیتی عراق از شهادت 7 نفر در حمله سنی‌های تندروی داعش به روستایی از توابع استان دیالی خبر دادند. گزارش‌های رسیده از منابع امنیتی عراق حاکی است غیر نظامیان عراقی دوشنبه شب در حمله داعش به یکی از روستاهای اطراف شهر الخالص در شمال شرق بعقوبه مرکز دیالی شهید و یا زخمی شدند. موازی نیوز گزارش داد که در این حمله که عناصر داعش با تکتیرانداز و سلاح نیمه سنگین خودروهای غیر نظامی را هدف قرار دادند، 7 نفر شهید و چند نفر دیگر مجروح شدند. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی بلافاصله وارد عمل شده و با عناصر تروریست درگیر شدند. خبرنگار المیادین نیز گزارش داد که پس از یورش تروریست‌های داعش به روستای البوبالی در استان دیالی، این روستا شاهد درگیری است. منابع محلی از وقوع تصادفی در داخل تونلی در شهر قیه افغانستان خبر دادند که بر اثر آن تعداد زیادی از شهروندان این کشور جان باخته و زخمی شدند. گفته می شود در این سانحه که یک تانکر حامل سوخت در داخل یک تونل در شرق افغانستان تصادف کرد و بلافاصله آتش گرفت و این آتش سوزی به خودروهای دیگر سرایت کرد. آمار دقیق از تعداد تلفات این سانحه در دست نیست، اما آمار اولیه حاکی از آن است که دست کم 12 نفر در این حادثه جان باخته و 37 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام های بهداشتی افغانستان، حال برخی زخمی ها وخیم است و تعداد جان باختگان در حال افزایش است. در میان آسیب دیدگان در این حادثه تعدادی زیادی زن و کودک نیز وجود دارد که بیشترشان دچار حریق شده اند. چاپ چهارم کتاب فاطمه سلام الله علیها چشمه جوشان هستی به قلم حجت الاسلام احمد زمانی در 494 صفحه از سوی مؤسسه بوستان کتاب روانه بازار نشر شد. درباره زندگانی کوتاه با برکت و پرفراز و نشیب ام الائمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، کتاب‌ها و رساله‌های بسیاری از قرن اول تا عصر حاضر نوشته شده و بزرگان اهل قلم اهم از مسلمانان و غیر مسلمانان آثار متنوعی به نگارش درآوردند، اما حیات اعجاب برانگیز ایشان
به صورتی است که هرچه تأمل و تعمق بیشتر شود، همچنان نکات نو، سازنده، کاربردی، اخلاقی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دیگر یافت می شود. کتاب حاضر زندگی درس آموز و الگوی همه زنان جهان را در 5 بخش بررسی کرده است. بخش اول این اثر که با عنوان نیمه اول عمر پربرکت فاطمه سلام الله علیها در مکه مکرمه منتشر شده، مشتمل بر زمان ولادت و چگونگی آن، اسامی و القاب پرمحتوای صدیقه طاهره سلام الله علیها و دوران کودکی و نوجوانی ایشان در مکه مکرمه است. در بخش دوم این اثر با عنوان والاترین الگوی زنان جهان به صف است با عناوین ازدواج پربرکت و به یاد ماندنی، اداره زندگی و مبانی استحکام خانواده و شناخت آن حضرت در منابع سگان پرداخته شده است. سومین بخش از این اثر در 3 فصل و 11 گفتار به جلوه های عصمت و هدایتگری در سیره حضرت فاطمه سلام الله علیها می‌پردازد. در این بخش سیره عبادی و اقتصادی و سیاسی فاطمه سلام الله علیها، حجاب و عفاف آن حضرت و فدک به عنوان بزرگترین پشتوانه مالی ولایت در اختیار حضرت فاطمه سلام الله علیها مورد بررسی قرار گرفته است. مروری دوباره به سرخط خبرها. تعطیلی مجالس فاطمیه حمید علیمی. بررسی ابعاد مختلف موضوع فاطمیه و وظیفه تبلیغ رسالت در حوزه علمیه زینبیه سلام الله علیها. افتتاح مرکز امام مهدی جل الله فرجه در کشور ژاپن. طراح مجموعه حرم شاه چراغ دار فانی را ودا گفت. حمله داعش به روستایی در استان دیالی عراق. وقوع سانحه رانندگی خونین در تونلی در شرق افغانستان. و چاپ 4 کتاب فاطمه سلام الله علیها چشمه جوشان هستی منتشر شد. تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت، یوتیوب و اینستاگرام اخبارشیه ببینید. همچنین میتونید رخدادهای شهر یا کشورتون رو به شماره روابط عمومی اخبارشیه ارسال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. اللهم عجل لولیک الفرج یا علی. خدا نگهدار.